سمیرا راهی روزنامه‌نگار از استانبول همراه ما هستن. خانم راهی، جمهوری اسلامی بعد 10 روز پیکر پویا رو به خانواده‌اش تحویل داد. این ظلم مضاعف بر خانواده‌های دادخواه دقیقاً با چه هدفی صورت می‌گیره؟ درود بر شما. بله، امروز همینطور که شما هم بهش اشاره کردین، بهروخ ملایرات، خواهر این جوان کشته شده، یک استوری رو منتشر کرد که البته بعد از اون این استوری پاک شد. برمیگردیم به سوال شما، فشاری که نیروهای نهادهای امنیتی و نیروهای سرکوبگری که مستقر میشن بعد از یک اعتراض، یک قتل حکومتی در این شهرها به قدری زیاد هست که فضا رو برای حتی گذاشتن یک استوری برای یک سوگواری که حق طبیعی ای خانواده ها هست هم برای اونها محدود میکنه. بعد از اینکه 21 خرداد این جوان در پرشستان در ایزه به قتل رسید، فشار مضاعفی بر این خانواده اومد، مثل تمام خانواده های دادخواه دیگه ای که از حق داشتن یک خاک سپاری، از حق سوگواری، از اینکه غم خودشون رو بتونن طی بکنن، اونها محروم شدن. همینطور خانواده ملایرات، فشار بر این خانواده با توجه به فعالیت های ماه منیر ملایرات، مادر کیان پیرفلک، به شدت زیاد بود. خبرهای حاکی از این بود که بعد از این قتل خانواده پیرفلک تقریبا یک حبس خانگی داشتن، عموی کیان دستگیر شد، خود ماه منیر ملایرات احضار شد و خبرها بر این بود که برای اینکه این پیکر رو به خانواده تحویل بدن به شدت امروز و فردا کردن و در نهایت برخلاف اون چه که قرار بود در یک در روستای پدری به خاک سپرده بشه، بدون اطلاع از اونها احتمالاً و یا تغییر محلی که خود بهروخ ملایرات اعلام کرد این اتفاق انجام شده. روندی که جمهوری اسلامی پیش میگیره، گروگانگیری از پیکر خانواده، از پیکر کشته شده ها، یک رفتار بسیار شنی از جمهوری اسلامی، حتی به اصول و قواعدی که خودش بر اون در بر اساس و پایه اسلامی که به اون تکیه زده و تمام این جنایت ها رو انجام میده هم واقعا معتقد نیستش. پیکر کشته شده افراد رو ده ها روز و روزهای زیاد و حتی هنوز هم داریم افرادی که تحویل نشده پیکرشون به خانواده ها و از اونها اجازه نمیدن که سوگواری بکنن. مسئله ای که هست، جمهوری اسلامی با این روش من فکر میکنم به یک نوع قدرت نمایی میکنه و فشار مضاعف رو میاره، خاصه در شهرستان ها و شهرهایی که یک فیزش بزرگی رو در این مسیر داشتن. ایزه از شهرهایی بود که همیشه در صحنه بود و بعد از مرگ قتل کیان پیرفلک هیچ وقت این اعتراضات خاموش نشد. ما دیدیم که یکی پس از دیگری استوریایی که خانم بهروخ ملایرات میذاش پاک میشد و لحن ایشون در واقع دستور و دیکته شدن متنی که مقام های امنیتی بهشون میدادن تغییر میکرد. در اولین استوری ایشون گفتش که کسی به من تسلیت نگه و بعد نوشت خواهر این شخص راحتتون نمیذاره. اما بعد از این فشارهای مضاعف، دستگیری ها، تهدید ها، حتی به تبعید خانواده کیان پیرفلک، به هر حال یک خانواده بزرگ درگیر این مسئله هستن، باعث شد که اونها تن بدن برای اینکه بعد از چندین روز پیکر عزیزشون رو بگیرن و اون رو دفن بکنن. حتی عکسی که خانم ملایرات هم منتشر کرد از مزار پویا، یک عکس واقعا ناراحت کننده هست. به صورت کامل این مزار غیر متعارف با سیمان پوشیده شده و انگار شخصی با دست فقط روی اون نوشته که یادت گرامی است. اتفاقاتی که داره میفته برای این خانواده و تمام خانواده های داغداری که این مسیر رو طی کردن، من فکر میکنم که چیزی جز عجز و ناتوانی جمهوری اسلامی نیست. نمیخواهیم تقلیل بدیم جان کشته شده ها و درد خانواده ها رو، اما شما ببینید مادامی که هر موضوع و هر ماجرایی رو امنیتی میکنن و حتی سوگ خانواده های داغدار رو هم تحت شرایط امنیتی میبرن، اونها رو تهدید میکنن، از پدری که هنوز فرزندش رو به خاک نسپرده اعتراف اجباری میگیرن، مقابل دوربین میشونن، اگر که اخباری که توی رسانه های حکومتی مثل فارس تسنیم و قوه قضاییه هست رو ببینین، یکی از استوریای خانم ملایرات، بهروخ ملایی، کاملا شبیه به این نوشته ها بود. یعنی مشخصا نوشته هایی رو میدن به اونها که منتشر بکنن و از افرادی که در شهر خودشون هستن به عنوان فریب خورده، افرادی که گول خوردن، ضد نظام هستن و مجبور میکنن اونها رو که به این ادبیات رو بیارن تا اینکه بتونن پیکر عزیز از دست رفتهشون رو
گفت اون هم در سکوت خبری به خاک بسپارن. متاسفانه این رفتار ضد انسانی هستش که جمهوری اسلامی حتی بعد از قتل افراد در پیش میگیره و خانواده ها رو این چنین برای تحویل پیکرهاشون واقعا تحت فشار قرار میده و فقط برای اینکه اونها سوگواری نکنن و در ادامه این سوگواری تجمع دیگه شکل نگیره و به یک نوعی بتونه با بدترین و شنیترین رفتار اعتراضات رو تا جایی که میتونه خاموش بکنه.